دا خیلی تلاش میکرد که اجازه بدن بابا رو ملاقات کنه. هر روز به ادارات سر میزد، میرفت و میومد. خسته و غم زده با پاپا و میمی صحبت میکرد و تعریف میکرد که کجا رفت و با چه کسی حرف زد. دا که از حرف زدن با پاپا و میمی فارغ میشد، تازه باید به سوالات ما جواب میداد. سوال ما هم دائم این بود: مادر، ما کی بابا رو میبینیم؟ میبینیمش انشاءالله. یکی از روزهای بهاری سال 1347 بود. دا بچه ها رو به خانه پاپا برد و به عمش میمی سپرد و فقط من و علی رو برای دیدن بابا با خودش برد. ولی چون راه خیلی دور بود مجبور شدیم ماشین سوار بشیم. اولین باری بود که سوار ماشین شدم. راه به نظرم خیلی طولانی آمد. برخلاف دا که خیلی مضطرب و نگران به نظر می رسید، من و علی بی توجه به حال روز دا سرگرم شیطنت و بازی خودمون بودیم. جلوی در بزرگ قهوه‌ای رنگی دو نگهبان مسلح با لباس نظامی ایستاده بودن. یکی از اونها ما را از پله‌هایی که وسط ساختمون بود بالا برد. فضای داخل نیمه تاریک بود. احساس خیلی بدی داشتم. در انتهای راه رو طبقه دوم پشت پنجره که میله های آهنی داشت ایستادیم. دا بغلم کرد، دستم رو به میله ها گرفتم. اتاق هم نیمه تاریک بود. شروع شوقی که برای دیدن بابام داشتم یک جا از بین رفت. حتی از دیدن بابا با اون وضع و شکلم ترسیدم. وحشتم وقتی بیشتر شد که جلوتر اومد. قیافه بابا خیلی عوض شده بود. صورتش استخونی و گونه‌هاش بیرون زده بود. موهاش به هم ریخته و ژولیده بود. چشماش قرمز و بیروح شده بودن. به نظرم خیلی لاغر شده بود. خیلی. با همه این اوصاف ابهت و صلابتی رو که همیشه تو اون دیده بودم حفظ کرده بود. با گریه دا بغض من و علی هم ترکید. بابا با اینکه مردی عاطفی بود سعی می‌کرد ناراحتیشو نشون نده. دستاش از بین میله‌ها بیرون آورد. منو نوازش کرد و بوسید. حس میکردم بابا از اینکه من و علی اونجا هستیم ناراحته. به دا میگفت چرا بچه ها رو با خودت آوردی؟ بچه ها رو بردار و برگرد مملکت خودم. بابا برای اینکه آرومم کنه دست روی سرم میکشد و موهامو به هم میریخت و به کردی میگفت گریه نکن مادر کوچکم. دائما به این فکر میکردم که چرا بابا اونجاست؟ چرا باید به زندون بره؟ اون که اهل کار بد کردن نبود. اینو از زبون دا شنیده بودم که بعضیا با کسایی که دوستان امام علی علیه السلام هستن ضدن. بعد با خودم میگفتم کاش اونقدر قدرت داشتم که میرفتم میله ها رو میشکستم، بابا رو بیرون میکشیدم، با خودم میآوردم. روزها و شبای بعد صحنه های زندان، قفسا، اون آدمایی که در اونجا اسیر بودن مرتب از جلوی چشمم رژه میرفت. دا به توصیه بابا به کنسولگری ایران در بصره رفت و گفت که ما میخواییم به ایران برگردیم. چون به تابعیت عراق در نیامده بودیم. شناسنامه هم که نداشتیم. حتی بابا گواهی ولادت ما رو از کنسولگری ایران گرفته بود. به خاطر همین خروجمون زیاد سخت نبود. اما مشکل چیز دیگه ای بود. جدا شدن از پاپا و خانوادش برای ما خیلی سنگین و سخت بود. چطور میتونستیم بدون اونها از بصره بریم؟ ما جزئی از خانواده اون بودیم. حمایت پاپا از ما بی اندازه بود. ما بچه هم عاشق پاپا بودیم. شب و روزمونو تو اون خونه میگذروندیم. حتی گاهی وقتا که بابا خونه بود و اجازه نمیداد صبح زود به اونجا بریم، مادر بزرگم بی بی عزت با یک سینی پر از صبحانه و سهمیه پول روزانه به در خونه میومد و با بابا دعوا میکرد که چرا مانع اومدن بچه ها میشی. معمولا بعد از صبحانه با دایی سلیم و خاله سلمه میرفتیم شاخه. قازها و اردکهای دار رو هم با خودمون میبردیم. شاخه جای خیلی قشنگه. نهر آبی که از رود دجله منشعب میشد اون منطقه رو به شکل بیشه‌زاری در آورده بود. من و دخترهای دیگه پاچه شلوارمونو بالا میزدیم و توی نهر بازی میکردیم. پسرها هم ماهی میگرفتن. اونقدر به ما خوش میگذشت که متوجه گذشت زمان نمیشدیم. آفتاب که وسط آسمون میرسید دوباره راهی خونه پاپا میشد. پامون که به خونه پاپا میرسید میدویدیم سراغ تنابی که دایی به تیرهای چوبی سابات بسته بود و تاب بازی میکردیم. از طرفی هم چشممون به در بود که پاپا از ما برسه. اون همیشه تابستونا سر ظهر با
یک هندونه زیر بغل به خونه میومد. اونو میشست و توی صندوق پر از یخ میذاشت. بعد که خنک میشد اونو قاچ میکرد و به هر کدوممون یه برشی از اون هندونه خنک شده رو میداد و میگفت خب حالا برید خونه هاتون. مهربانیای بیبی مادر بزرگم هم دست کمی از پاپا نداشت. اون بین ما و بچه هاشش فرقی نمیذاشت. اونقدر خوب و مهربون بود که ما تا لحظه مردش نفهمیدیم که اون نامادری داست. پاپا چند سال بعد از مرگ زن اولش یعنی مادر دا و دای حق علی با بیبی ازدواج کرده بود. بیبی هم سادات بود. چون اونطور که میگفتن اهالی روستای زرین آباد دهلوران که همگی از نسل امامزاده ابراهیم فرزند امام محمد باقر بودن فقط با سادات وصلت میکردن. پاپا بعد از ازدواج با بیبی به خاطر خشکسالی کار کشاورزی در روستا رو رها کرده و با خانوادش به بصره آمده بود. اما روزگار خیلی وفا نکرد و حادثه تلخ باعث شد که اونو هم از دست بده. ماجرا از این قرار بود که سحرگاه یک ماه رمضون که بیبی برای تهیه سحری بلند میشه که منقل رو روشن کنه، وقتی برای شعله ور شدن آتیش منقل روی اون نفت میپاشه خودش هم گور میگیره و به شدت میسوزه. با جیغ‌های اون پاپا به کمکش میاد، اما تلاش او برای خاموش کردن بیبی نتیجه نمیده. دستای خودش هم میسوزه. صبح وقتی خبر دادن ما به خونه پاپا رفتیم. آثار سوختگی کنار حوض آبی که بیبی به طرفش دویده بود و همانجا افتاده بود هنوز دیده میشد. دا روزهای آخر عمر بیبی توی بیمارستان مراقبش بود. بیبی خیلی تشنه بود و طلب آب میکرد، اما پزشکا اجازه نمیدادن آب بخور و بالاخره بعد از چند روز تحمل درد و رنج بسیار به رحمت خدا رفت. پاپا اونو در نجف دفن کرد. دا در مرگ بیبی خیلی بیتابی میکرد. بعد از این حادثه عمه دا که ما اونو میمی صدا می زدیم اداره خانه پاپا رو به عهده گرفت. میمی از چند سال قبل در خانه پاپا زندگی می کرد و توی کارها کمک دست بیبی بود. اینطور که خودش می گفت در 9 سالگی عروسی کرده بود. چند سال بعد از ازدواج خدا پسری به اون می ده که ظاهرا خیلی باهوش بوده. ولی در 8 سالگی بر اثر بیماری سرخک اونم از دنیا می ره. 2 سال بعد شوهرش هم می میره و اون تنها می مونه. میمی هیچ وقت غم از دست دادن پسرش رو فراموش نکرد. هر وقت ما کاری میکردیم که اون ناراحت و دلگیر بشه، گوشه‌ای میشست، از پسرش میگفت و گریه میکرد. ما بچه ها عاشق میمی بودیم. اون برای ما خیلی زحمت میکشید و واقعا مثل یک مادر دلسوز بود. غیر از ما، بچه های دایی ها و خاله ها رو هم اون بزرگ کرد. من ترجیح میدادم بیشتر پیش میمی باشم. چون گاهی اونقدر سرگرم بازی می شدم که اگه خانه خودمون بودی متوجه صدای دا نمی شدم که برای نگه داشتن منصور صدا می کرد. کجایی؟ کجایی زهرا؟ روی تخت بالا و پایین می پریدیم. با عروسکایی که با ساقه نخل و در پیت حلب و کمی پارچه ساخته بودیم همراه با خاله سلیمه عروسک بازی می کردیم. در این بین دایی نادری بود که وقتی از سر و صدای ما به سطوح می اومد بازیمونو به هم می ریخت. یا تناب تابو باز میکرد. اینطور وقتا کمی آروم میموندیم تا دایی عصبانیت سروکش کنه، یا یعنی که از خونه بیرون بره تا ما بتونیم دوباره به بازیمون ادامه بدیم. شبهای تابستون میمی توی حیاط جا مینداخت و پشه بندم روش میزد. پاپا یه تخت جداگانهی داشت گوشه حیاط که روی اون میخوابید. هر شب سر خوابیدن کنار میمی بین ما بچه ها خصوصا من و سید محسن دعوا میشد. میمی برای راضی کردن ما هر بار 2 نفر رو نوبتی، یکی این طرف یکی اون طرف میخوابون و دستاشو زیر سرمون میذاشت. اونقدر قصه میگفت، شعر میخون تا ما بالاخره خوابمون ببره. پاپا هم با اینکه سواد نداشت داستانهای شاهنامه رو برامون میگفت و اشعار مولانا و حافظ و همه رو از حفظ میخون. اون بزرگ تیره خودشون بود و شجرنامه خانوادگیش رو آیت الله سید محسن حکیم، شیخ مرتضای انصاری، آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرعشی نجفی و خیلی از علمای دیگه اون زمان مهر رو امضا کرده بودن. پاپا خیلی مواظب این شجره نامه بود. ما فقط چند بار اون رو دیده بودیم. هر بار با کلی احتیاط و احترام و 1000 سلام و صلوات اون رو می آورد و به ما نشون میداد و دوباره با احتیاط در غلاف فلزی که براش درست کرده بود میذاشت. چهره پاپا با اون عبا و عمامه مشکی وقتی وسط حیاط می ایستاد و بلند از آن می گفت دیدنی بود. حاله نورانی دور صورتش آرامش عجیبی به آدم می داد.
اون تا همین اواخر عمرش که دیگه خیلی پیر و ناتوان شده بود نمازهاشو به جماعت میخوند. اگر هم چیزی به عنوان خیرات و نذورات توی مسجد میدادن برای ما میآورد. هیچ وقت یادم نمیره. اولین باری که میخواستم نماز بخونم رفتم سراغ پاپا. فهمید میخوام نماز بخونم، خیلی خوشش اومد. منو بغل کرد و بوسید. گفت خودم یادت میدم. ایستادم به نماز. پاپا میگفت و من تکرار میکردم. اگه اشتباه میخوندم با حوصله درستش میکرد و اصلاح شدهشو میگفت. آخر سر هم کمی پول به من میداد. ماه رمضون و دم افطار با بچه های محل میرفتیم جلوی در حسینیه و منتظر وقت اذان میموندیم. به محض این که صدای مؤذن از گل دسته ها بلند میشد توی کوچه ها پخش میشدیم. هر کس به طرف خونه خودش میدوید و فریاد میزد اذان، اذان، یعنی دارن اذان میگن. این کار ما باعث میشد مردم متوجه زمان افطار بشن. چون صدای مؤذن به همه جا نمی رسید و رادیو هم به ندرت تو خونه ها پیدا می شد. بعضی وقتا دا که به بازار می رفت من و علی رم با خودش می بود. توی مسیرمون باید از پل چوبی که روی شکل خندق زده بودن می گذشتیم. کنار این پل آسیاب یا به زبان خودمون مکینه آردی پاپا قرار داشت که با یکی دوتا مکینه دولتی دیگه آرد کل شهر رو تأمین می کرد. دا عادت داشت به مکینه که می رسیدیم راهش رو کچ کنه و بره سراغ پاپا و حال احوالش رو بپرسه. پاپا رو خیلی دوست داشتیم. وقتی می خواست منو ببوسه می گفت دا لکم، یعنی مادرم. من از این کلمه که احساس محبت پاپا رو به من می رسون خیلی خوشم می آید. می دونستم پاپا الان که توی مکینه است عمامه مشکیشو در آورد و عرق چین به سر داره. شال سبزش رو هم محکم به کمرش بسته و لبه های گشتاشش هم رو توی شالش فرو کرده تا راحت تر کار کنه. فقط دم ظهر آفتاب که مستقیم میتابید از نورگیر سقف روشنایی عجیب خوبی به فضای مکینه راه پیدا میکرد. تا دا حال و احوال پدرش رو بپرسه من و علی از گونی های آرد و دم و دستای مکینه بالا و پایی میرفتیم و آتیش میسوزوندیم. پاپا هم همینطور که با دا حرف میزد چشمش به ما بود. نرید روی آردا، نعمت خداست، معصیت داره، بیاد پایین.